همراه هستیم با دکتر آرش هنرور شجاعی، دین‌پژوه و فعال و تحلیلگر سیاسی از هانوفر. آقای دکتر هنرور سلام و عرض ادب. آقای دکتر، با توجه به افزایش مرگ و میر مهاجران در مسیرهای خطرناک، به نظر شما چه اقداماتی میتونه به طور مؤثر از تبدیل صحرا و دریا به قبرستان‌های جمعی برای مهاجران جلوگیری کنه؟ بفرمایید. من عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و همه بینندگان و شنوندگان عزیز. ببینید، راهکارهای گوناگونی رو تحلیلگران و فعالان به اصطلاح حقوق بشر مطرح کردن. تصور میکنم یکی از مهمترین اینها افزایش تلاش برای روشنگری و آگاهی سازیه برای خود کسانی که این مسیرهای خطرناک رو انتخاب میکنند و نمیتونند به دلایل امنیتی و به دلایل عدم اطلاعات کافی به اصطلاح آگاهی و اشراف کاملی بر مسیر و خطرهایی که در پیش دارند رو ارزیابی بکنند. یکی از مهمترین این مطالب اینه که بدانند که به اصطلاح راه قاچاق آخرین راه حله و راه‌های قانونی مهاجرت رو کسانی سعی کنند بیشتر روشنگری کنند و آگاهی ببخشند. از یک طرف دیگه مسئله نوع و مقدار سازماندهی و کنترل‌های مرزی در اتحادیه اروپا هست که اینها هنوز از معیارهای استانداردی که هم موازین حقوق بشر و هم واقعیات و فکت‌های و آمارهای مهاجرت رو بخواد ملاحظه کرده باشه هنوز به خودش نگرفته. یک مطلب دیگه که هست به اصطلاح افزایش تلاش ها برای ایجاد راه های رسمی و امن از طریق فشار آوردن بر دولت ها و وادار کردن اونها به پذیرفتن این حقیقت که هر راهی که بسته بشه به هر حال راه دیگری رو میگشایند و ممکنه راه های بعدی خطرات بیشتری داشته باشه، که دقیقا ارزش های لیبرال و ارزش های دموکراسی غربی و اون چرا که قرار در کنوانسیون ژنو بهش متعهد شده و موازین حقوق بشر رو زیر سوال ببره. و یک چیز دیگه قطعا خیلی مهمه به اصطلاح افزایش تمرکز بر خود امر حقوق بشر و ارزش‌های انسانیه و همکاری بین‌المللی. الان خب با توجه به اینکه آراء عمومی در اروپای مرکزی به سمت راستگرایی داره میره و به خاطر همین هم اتحادیه اروپا و هم کشورهای عضو هر کدوم قوانین رو تشدید کردن، خب این در درجه اول آسیبش داره، به مهاجرانی میخوره که واقعا از شرایط غیر انسانی و به خاطر محرومیت از حقوق بنیادین و نقض مبادی حقوق بشر و ترس و جنگ و هزار مطلب دیگه به کشورهای دیگه پناه میرن. و تصور میکنم که بیش از همه حقوقداران و فعالان سیاسی و فعالان مدنی و فعالان حقوق بشر در این زمینه وظیفه روشنگری و وظیفه تلاش بین‌المللی و افزایش فشار بر کشورها رو دارند. بله، سپاس از همراهیتون. با تشکر از دکتر آرش هنرور شجاعی، دین‌پژوه و فعال و تحلیلگر سیاسی از هانوفر.